جناب رئیس، میتونم به شما قول بدم تمام کارمندان و کارگران حتی مورچه‌های این کارخونه داغوی وجود شما هست. راستی؟ آره اینطوره؟ ولی من لایق این همه لطف و محبت نیستم. اختیار دارید قربان، شکست نفسی نفرمایید. متشکرم، خواهش میکنم بفرمایید سر کارتون. اطاعت باشه. واقعا که آدم احمق خوشباوری هستی. آخه گم شد. ببخشید. چیز عجیبیه، الان اینجا بود. کی اینجا بود؟ به تو مربوط نیست، یالا کمک کن بگرد. پی چی میگردی؟ باز باشده منو نگاه میکنه. چشم جناب رئیس، داری بفرمایید پی چی بگردی؟ پی چی؟ پی عینک من. عینک؟ معذرت میخوام، غیر از اون عینکی که به چشمتونه؟ چطور؟ به چشممه؟ خب پسر جون، میخواستی اینو زودتر بگی. اگه نگفته بودی تمام روز رو دنبالش میگشتم. خب ببینم تو کی هستی؟ من مهندس ناصر، متخصص برق و ماشین هستم. تازه استخدام شدم. میخواستم با شما راجع به پروژه های جدیدم صحبت کنم. ابی نداره، بفرمایید. خواهش میکنم. ملاحظه بفرمایید. پس از تکمیل این قسمت مصرف برق به 1/4 تقلیل پیدا میکنه. البته هنوز تکمیل نشده. من فکر میکنم بابا اجازه بده. چه خبر هست؟ جلوی اینجا چیکار میکنی؟ کجا بودی؟ عمو جون، میخواستم ازتون خواهش کنم که پاپا، راستش اینه که یه دفعه با بچه‌ها تصمیم گرفتیم بریم کنار دریا. من بهشون پیشنهاد کردم که اول باید از شما اجازه بگیرم. بسیار خوب، من حرفی ندارم، ولی باید کاملا مواظب خودتون باشین بچه‌ها و سعی کنین فردا مراجعت کنین. برافو، برافو. یه حالا ببوسم برای اینکه شما ناراحت نشین. شما رو میبوسم. اینم منم. دایی تو رو ببوسم. از تو پری منم داری چون. تو دیگه کی هستی؟ باز بنده رو فراموش کردید؟ اوه خیلی عجیبه. راستیشون مهندس جدید کارخونه جات ما هستن. مالا هر حرفی راجع به اختراعت بزنی گوش میکنم. بله بفرمایید. از کنم این برق اضافه که ما پیدا خواهیم کرد میتونیم به مصارف دیگه برسونیم. چه جوون خوشتیپیه. آره واقعا که خیلی بی سلیقه‌ای. کجای این مرد خوشتیپه؟ مرد باید زیبایی کوبیسم داشته باشه. چرا راه دور میرید؟ واقعا که دیگه دارم عصبانی میشم. یلا را بیفتی دایی جان. بای بای، خداحافظ. یلا بیاید دنبال من رو توی جمع کنید. خب این قسمت مالی چیه؟ با شما هستم، حواستون کجاست؟ آه ببخشید، معذرت میخوام. این قسمت رو میگم. بله این قسمت همون قسمتی است که هنوز. بس که این آبگرمون خراب شده. مریم، مریم، چیه؟ چی خبره؟ سرده که. من یه ساعت پیش به جمیله گفتم آبو گرم کنه. جمیله؟ جمیله؟ بله خانم.
مگه من بهت نگفتم آبو گرم کنی؟ خانم به جون شما آب گرم کن خرابه، من تقصیری ندارم. اصلا دیگه این آب گرم کن به درد نمیخوره. باید به پاپا تلفن کنی. حق داری، این چند روزه 7-8 مرتبه است آب گرم کن خراب شده. تلفن کن یه مهندس بفرستن درستش کنه. آه این تلفن دیگه چه مرگشه. وقت منو بی خودی تلف نکن. واقعا آدم از دست شما دیوونه میشه. پاپا من وقت شنیدن این مهملاتو ندارم. من که هنوز حرفی نزدم. این همه مزخرف گفتی؟ بازم میگی حرف نزدی؟ خدایا چی میگی پاپا؟ دفعه دیگه حق نداری با این چرندیات وقت منو بگیری. مگه اینکه کارت خیلی واجب باشه. فهمیدی؟ بسیار خوب. به سلامت. فقط بلدن اضافه حقوق بخوان. گوشی رو گذاشت. چرا پدر تازگی اینقدر بد اخلاق شده؟ هیچ وقت با من اینطور صحبت نمیکرد. مگه امروز صبح وقتی پدر از منزل بیرون میرفت با تو دعوا کرد؟ نه اتفاقا خیلی هم سر حال بود. پس چرا با تو اینطور صحبت کرد؟ خودم هم نمیدونم. من میگم دوباره تلفن کن باش حرف بزن. نه دیگه هیچ وقت باش صحبت نمیکنم. پس من خودم میرم باش حرف میزنم. اشتباه میکنید. اینطور نیست مریم. من با اون نبودم. با منشی مخصوصم بودم. خب. خب بگو خودش با من صحبت کنه. پوری. پوری. خوشو با پاپات صحبت کن. گفتم که دیگه باش صحبت نمی کنم. پوری جون اون که با تو نبوده. داشت با منشی مخصوصش دعوا میکرد. خوشو باش صحبت کن. پس من اشتباه کرده بودم. پاپا. من با تو دعوا کردم؟ خدا اون روزو نیاره. دخترم تو اشتباه میکنی، باور کن. خب حالا بگو ببینم با من چی کار داشتی. آب گرم کن خراب شده. خب این که چیزی نیست دخترم. الان یه نفر رو میفرستم درستش کنی، به شرطی که یه بوس از پشت تلفن برای پاپا بفرستی. خداحافظ دخترم. الو چه فرمایشی داشتید قربان؟ فوراً یه نفر رو بفرستین منزل من، آب گرم کن خراب شده درستش کنه. همین عصایی؟ هر کسی رو میفرستی زودتر بفرست. شنیدی؟ بله قربان. عبدالله سرکارگر تعمیرگاه رو بگید بیاد اتاق من. خوش آمدید جناب آقای مهندس باشی، متصدی تعمیر وسایل آبگرم. روز بخیر، حال شما چطوره؟ الحمدلله، از مرحمت شما، قربون شما. خب جناب آقای عبدالله خان، سرکارگر تعمیرات آبگرم کن. بفرمایید، خواهش میکنم. بگید ببینم شما به اندازه کافی روی این آبگرم کنا تجربه پیدا کردی؟ البته اختیار دارید قربان، بنده روی سرد کلاشم تجربه دارم. بله بله. به نظر شما این آب گرم کنای جدید مرغوب هستن؟ نه خیر قربان، مرطوب نیستن. از روزی که این آب گرم کنا رو درست کردیم من یک شب خواب راحت ندارم. بیشور، تو اصلا در این کارا هیچ سرشته نداری. قربان چرا یه دفعه دور برداشیم بدم خدمتتون؟ احمق بیشور، هیچ میدونه آب گرم کنه جناب رئیسه که دیروز درست کردی دوباره خراب شده؟ آبگرم کنه جناب رئیس دوباره خراب شده؟ معادل 3 روز از حقوقت کم میشه. آبگرم کنم تا 1 ساعت دیگه باز تعمیر بشه. برو گم شو، برو گم شو. خدا جناب آبگرم کنه جناب رئیس باید تا 1 ساعت دیگه درست بشه. من چی بکنم؟ فرمودید 3 روز از حقوقم کسر میشه. آبگرم کنه جناب رئیس باید تا 1 ساعت دیگه درست بشه. احمق کوری، آدمی به این گندگی رو نمیبینی؟ تو کارمند اینجا هستی؟ تا این ساعت بودم قربون، ولی از این ساعت از خدمتتون فینی، یعنی خلا. چی میگی؟ اسم تو چیه؟
چرا میخواد تو رو از اینجا بیرون کنن؟ اسم من عبدالله، شغلم هم سرکارگری کارخونه. پس تقصیر تو احمق بود. قربون، تمام این بدبختی ها زیر سر آب گرم کنه صاحب مرده خونه شماست، دارم میرم درستش کنم. سعی کن خوب درستش کنی که دیگه خراب نشه. چطور میتونم خوب درستش بکنم وقتی فکرم ناراحته؟ برای اینکه 3 روز از حقوقم کسر کردم. روزی چقدر حقوق میگیری؟ روزی 15 تومن. که 3 روزش میشه در حدود آقایی که شما باشین 45 تومن. یه چیزی بهت میگم اما نباید به کسی بگی. خب منظورتون نمیفهمم. اینو بگیر ولی نباید به کسی حرفی بزنی، فهمیدی؟ خدا انشالله عوضتون بده. برو گمشه سر کارت دیگه. برو. چرا یه دفعه یه بی خودی دور برداشتین؟ گفتم برو گمشو. خدا انشالله تو رو از من نگیره. ای با چی شد؟ پولا کجا رفت؟ ای خدا سلام عبدالله، چطوره؟ سلام، قربون تو، متشکرم. تو اینجا چی کار میکنی؟ من یه ماس اینجا استخدام شدم. منم اینجا سرکارگر قسمت آبگرمکن‌های خراب هستم. تا یه ساعت دیگه هم میخوام استعفا بدم و جون خودم رو خلاص کنم. پولا رو بده تا موضوع رو برات بگم. خب راستی میتونم ازت یه خواهشی بکنم؟ میخواستم بگم اگه ممکنه بریم خونه رئیس، آبگرم کنش خراب شده، برای من درست بکنم. جون تو، من یه دفعه بیشتر نیومدم. عبدالله رب ایداش کردم اونها. میدونم اشتباه کردی. خب بریم ببینم کجا. چی؟ بی ادبا، اینجا هم بلم نمی کنید؟ الان دنبال دخترهای مردم و خوهرم بهتون نشون میدم. بی ادب، دنبال من میفتید؟ اینقدر باید کتکت بذارم تا بفهمی دنبال من. برای چی رو زنید خانم؟ چیه؟ چه خبره؟ چه میره؟ چه کار میکنی؟ آخه مگه چی شده؟ اجازه بدید اول خوب بزنمش بعد بگم چی شده. چیه؟ چه خبره؟ بیا ادب، خجالت بکش، اینا دوز نیستن. آخه این مردی که بی تربیت تو خیابون دنبالم افتاده بوده، هی به هم مثلا میگه. خدا دروغ میگه خانوم، چه از خود راضی. من اینقدر خاک تو سر دارم که دنبال نه میگم چی. من رو بیا جمعی دست بیار پایین، بی تربیت، خجالت بکش، بسه. قربون اون دهنت برم، خدا تو رو از من نگیره. خوش اومدید آقای مهندس. معذرت میخوام از اینکه جمیله به شما بی احترامی کرد. مهم نیست خانم، سوء تفاهم شده. ما اومدیم آبگرمکن رو درست کنیم. بدرم در اومد. وای خون اومد، خون اومد. چرا بازی در آوردی؟ خجالت بکش، سر طوری نشده. سر من داره مثل آتیش میسوزه. اون وقت تو که رفیق منی، عوض این که پشت من داره ایت از اون که چیزی نشده. ببخشید، خیلی معذرت میخوام آقا، عیبی نداره. چیز مهمی نیست خانم، از این اتفاقات زیاد بیفته. گریه موقع میدم بگو ببینم تو رفیق منی یا اینا. عیبی نداره، خودم الان سر تو دوام میزنم. خدا تو رو از من نگیره که اینقدر خوبی. خب ناصر جون، تا این خانوم سر منو دوام میزنه تو رو آب گرم کن و درست کن. علی مواظب باش، همونطور که یادت دادم خوب درست کنی. بسیار خوب. ببخشید خانم، حمام کجاست؟ بفرمایید از این طرف. تو همینجا بشین تا من برم برات دوا بیارم. چش. بفرمایید. این خرابه. بدید به من. متشکرم. میل دارید کمکتون کنم؟ متشکرم، چیزی نیست. خیلی دلم میخواست کمکتون میکردم. خیلی ممنونم. شما مهندس هستی؟ بله، اینطور میگم. گفتید که شما مهندس هستی؟ بله خانم، من مهندس هستم. راستی بگو. بله خانم، من مهندس هستم. آخ 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 آخ، خیلی درد گرفت. الان خوب میشه. اینجوری پام درد گرفت. اینجا؟ آره. ولی آچار افتاد اینجا؟ نمیدونم، ولی نمیدونم چرا اینجا درد گرفت. آها. کاش که این سرم زودتر میشکست تا من زودتر به تو میرسیدم. قربونت برم. به نظرم این ضربه مغزتم معیوب کرده. قربونت برم. آخه حرفای من هنوز تموم نشده. چیه؟ چه خبرتونه؟ سر شما خوب شد؟ آخه مگه ممکنه دست یه همچی خانومی به سر آدم بخوره و سر آدم خوب نشه؟ خب حالا دیگه میتونیم بریم.
چه عجله‌ای داری؟ خیالت راحت باشه، آب گرم کن درست شد. آب گرم کن درست شد؟ کجا میخوای بری بهتر از اینجا؟ راست میگم، به این زودی کجا میخوای بری؟ بله خانم، من از خدا میخوام، چون همسرم درد میکنه، همین که قلبم یک کمی باید استراحت کنه. میدونی اگه زود نری آخه از کارخونه بیرونت میکنن. از کارخونه؟ بده ببینم. زود باش میبری. تو نمیاری؟ من رفتم، خداحافظ. این رفیقتون خیلی بانمکه. بانمکیش درست، ولی کمی مغزش معیوب. مریم چطوره، میپسندیش؟ آره خیلی خوش تیپه. مریم چیه؟ میترسم. از چی؟ میترسم که گرفتارش شده باشه. مریم چیه؟ راهشو پیدا کرده، پاشو بیا. الان خرابش میکنه. نه بابا این کار خوب نیست، بهتره یه فکر دیگه بکنی. تو صبر کن، کاری به این کارا نداشته باش. داداش مثل این که سخت گرفتار شد. یه دفعه بهت گفتم که اشتباه میکنی. این تم ببینه دروغ میگی. دوستش داری، دوستش داری، دوستش داری، مثل من. جان من چی میگی آخه؟ به فرض که دوستش داشته باشم، فایدهش چیه؟ آدم باید پاش از گلیم خودش بیرون نذاره. ما کجا اونا کجا؟ نه برادر، ما میخوایم پامون از گلیممون بیرون بذاریم. فرمودید باز آب گرم خراب شده؟ چش به تاب میشه. همین اصلا یه نفر میفرستم تعمیرش کنه. برو به معاون بگو آب گرم کنه تعمیر کردم. خیلی خوب، الان میرم بهش میگم. ولی ببینم درست حسابی تعمیرش کردی یا نه؟ آره مطمئن باش. برو غیرت خیتمون نکنی ها. نه ترس، خیالت راحت باشه. پس اگر اینطوری ازش تقاضای اضافه حقوق میکنم. بله بله قربان، چشم. مخلصم آقای معاون. بنده قربان رئیس کل تعمیرات آبگرم کنهای خراب هستم. بله خوش آمدید، حالتون چطوره؟ رئیس کل تعمیر آبگرم کنهای خراب. خیلی متشکرم، حال شما چطوره؟ احمق. چطور؟ بیشور. مرسی. دیوانه. قربانت گردم، جنابالی چرا یه دفعه جنی میشی؟ آخه چه اتفاقی افتاده؟ من میدونم چه اتفاقی افتاده. شما میدونید؟ خواهش میکنم بفرمید ببینم چه اتفاقی افتاده. حسن تو با من شوخی میکنی؟ قربان مگه شوخی جرمه؟ البته که جرمه، اینجا محل کاره. خیلی خوب، مگه حالا چطور شده؟ من اومدم اینجا راجع به کارم صحبت کنم. من اومدم ازتون تقاضای اضافه حقوق بکنم. چی آقا؟ اضافه حقوق؟ عجیب آقا، باور نکردنیست. اضافه حقوق برای چی مردک؟ نفهمیدم. حضرت آقا دیگه کی باشن؟ به تو مربوط نیست، فضولی موقوف. سوال کردن برای چی اضافه حقوق؟ برای اینکه آب گرم کنه طوری درست کردم که صاف مرده مثل ساعت تیک و تیک کار میکنه. احمق بیشور، چرا دروغ میگی؟ خون سرد با آخه، چرا به من بد و بیرا میگی؟ مگه نمیبینی تعمیرات آب گرم کن چه بلایی به سر منو برده؟ آقا رو کفن کردم اگه حواستو جمع کن ببین با کی طرفی. بهش بگید من کی هستم، بیادب. میخواستی مواظب باشی دیوانه. این دیگه کیه؟ جون شما آقای معاون، اگه محض خاطر شما نبود میزدم دک و دندشو خورد میکردم. به من میگه احمق. گفتم دیوانه. آها پس با شما کار داره. آقا راست میگن، رفتی آب گرم کن آقای رئیس رو تعمیر کنی، تعمیر نکردی. چی؟ و به همین دلیلم دیگه به درد این کار نمیخوری. همین امروزم دستور میدم معادل 5 روز از حقوق کم بکنم. فوری برو آب گرم کن رو تعمیر کن. فهمیدی چی گفتم؟ بله. زود باش از یارو چشمم دور شو. چش. معادل 5 روز از حقوقم جز کنم. از کدوم باغبش در رفته؟ من تعجب میکنم تو چطور میتونی با این حیوانات سر کله بزنی؟ کار من اینه، ناچارم. اینطور که معلومه دایی جون خیلی از تو راضیه، حتی شنیدم تعریف منم پیشش کردی. ها؟ برای اینکه این ثروت هنگفت رو به چنگ بیاری بایدم از تو تعریف میکردم. سلام. چیه پسر؟ باز که اینجا بایستدی، مگه کار نداری؟ جناب رئیس، باز این آقای معاون میخواد منو بیرون کنه، دستور داده 5 روز از حقوقم کسر کنم. تا حالا چند مرتبه آب گرم کنه منزل منو تعمیر کردی یا هنوز درست نشده؟ عصبانی نشید آقای رئیس، والا من بی تقصیرم.
الان میرم آب گرم کنه رو درست میکنم. خیلی خوب، این آخرین باریه که بهت مهلت میدم. خدا عمرتون بده آقای رئیس. زود باش برو آب گرم کن و تعمیر کن. چشم. از بابت جریمه هم ناراحت نباش، من خودم بهت میدم. خدا تو رو از من نگیره. روزی چقدر میگیری؟ 15 تومن. 5 روزش چقدر میشه؟ جمعاً میشه 75 تومن. خب حالا شما 100 تومن بده. بیا بگیر، ولی سعی کن که آخرین دفعه باشه. چشم. خدا تو رو از من نگیره آقای رئیس. ناسه چیه؟ تو رو خدا بریم آب گرم کن، منزل رئیس رو تعمیر کن. مگه بازم خراب شده؟ این طور میگن، دستم به دومنه، دک نهیه من از اینجا بیرون میکنن. فعلا که کار دارم. ناسه جون، مگه تو رفیق من نیستی؟ تو چطور حاضر میشی من از اینجا بیرون کنن؟ خیلی خوب میام، ولی به شرط. چه شرطی؟ به شرط که وقتی رسیدیم اونجا مثل بچه آدم مرتب باشی و عشق‌بازی رو بذاری کنار. چه؟ قول میدم که دیگه عشق‌بازی فرینگ. بیا بریم. بریم. این آب گرم کن خود به خود خراب نشده. کسی با این آب گرم کن بازی کرده؟ نه هیچ کس با آب گرم کن بازی نکرد. پس حتما این خونه جن داره و الا چطور ممکنه خود به خود خراب بشه؟ باید اینطور باشه، چون بیشتر وقتا از اینجا صدای تق تق میاد. وقتی میایم میبینیم که آب گرم کن خراب شد. دیدی تقصیر من نبود؟ من بیچاره هم میومدم درست میکردم، جنا خرابش میکردن. نه خرابی آب گرم کن کار جن نیست. من فکر میکنم کار گربه شیطونی باشه. بله ممکنه اینطور باشه. آخه این گربه به درد. مواظب باش بهش فوش ندی. واسه چی بهش فوش ندن؟ آدمای حسابی که فوش نمیدن. حالا که تو میگی نوکرتم هستم، اگه سر اوروری جیک کم در نمیاد. چه نوکرتم هستم. برو شیرا رو واسه کن. من نمیدونم از کجا باید واسه کنم. بیا بریم تا نشونتون بدم. برو بریم که خدا تو رو عمل نگیره. تا چند دقیقه دیگه آب گرم میشه. معذرت میخوام از اینکه باعث زحمتتون شدم. انشالله میبخشید. اختیار دارید خانم، شما تصیب ندارید. تقصیر اون گربه ملوسی که آبگرم کنه خراب کرد. پس شما از اون گربه عصبانی هستید؟ نه بکس، من از گربه های ملوس خیلی هم خوشم میاد، مخصوصا وقتی کارشون آدمو به زحمت بندازه. راست میگی، شما از گربه های ملوس مزاحم خوشید. ولی آخه چی؟ چرا نراحتی؟ آخه گربه در کار نبوده، من آبگرم کنه خراب کردم. آه پس این تو شیرامو بس که الان دیگه باید آبگرم شد. شما؟ آه پوران خانم خیلی خوشبختم. حالا اون گربه ملوس چطوره؟ اون گربه ملوس میگه که خیلی دلش برای شما تنگ شده و میخواد شما رو امشب در پرگولای مکانیل ببینه و خواهش میکنه حتما بیان. یادتون نره ها. از طرف من از اون گربه ملوس تشکر کنید و بهش بگید که حتما هم آقای رئیس اونجا هستن و من نمیتونم باهاشون صحبت کنم. چه عیبی داره؟ از دور که میشه همدیگه رو ببینیم. مگه تو دلت واسه من تنگ نشده ها؟ البته که دلم برات تنگ شده، ولی آخه اینطوری که نمیشه. چرا نمیشه؟ ما باید برای دیدن هم از هر فرصتی استفاده کنیم. حتما تو نمیخوای منو ببینی. حالا که اینطوره پس مطمئن باش میام. حتما. قول میدم. خدافظ. ناصر جون به دادم بره. چیه؟ بازم لباد آب گرم کن خراب شده ها؟ نه. این دفعه دیگه راجع به مهریه. مهریه دیگه چیه؟ مگه نمیدونی چند وقت پیش بدبختی یخمو گرفته بود و خدا زد پس گردنمو زنگ گرفتم. چون یارو نتونست منو درک کنه طلاقش دادم و حالا یه قصه از مهریه‌اش عقب افتاده، مأمور اجرا اومده منو جلب کنه. خب حالا به من چه مربوطه؟ مگه من قیم تو هستم؟ نه جانم، ولی رفیقم که هستی. بالا غیرتم بیا با این آقای مأمور 2-3 کلمه صحبت بکن، چه 2-3 روز مهلت بده. آخ که از کارهای تو دارم دیوونه میشم. خدا تو رو از من نگیره. سلام آقا. سلام. ممکن ازتون خواهش کنم که پرداخت این قسط رو کمی به تاخیر بندازین؟ متاسفانه به من دستور دادن یا 200 تومنه بگیرم یا اینکه آقا رو جلب بکنم. دیگه نزدیک به کلی آبروم بره. یعنی میفرمایید هیچ راهی نداره؟ متاسفانه خیر آقا. المأمور و معذور. بل محکوم و مظلوم. کیه؟ چقدر پول پیشت داری ها؟ 42 تومن. خب اونم مال کس دیگه، پیشم امونته. بده ببینم. یالا بیا این 2 تومنو بگی بقیه‌اش هم حلال کن. مسخره بازی داره برده. بفرمایید. فقط 10 تومن برام مونده. اون 10 تومن هم امشب با هم میخوریم. بله خیلی متشکرم، مرسی. ممنونم، خداحافظ شما. تو زن میگیری و طلاق میدی، من باید جریمهشو بدم. امشب دیگه نمیتونم برم مهمونی پورا. ببینم لابد مریم هم باهاشه. خب معلومه دیگه. اگه اینطوره پس چرا نمیخوای بریم؟ برای اینکه پول ندارم. خب 10 تومن داریم بسه دیگه. احمق، مگه با 10 تومن میشرفت کاباره؟ لااقل باید آدم 200 تومن تو جیبش باشه. همش تقصیر توئه.
الان بهش تلفن بزنش معذرت بخوام. تلفن بزن جونم. آخه چرا نباید آدم یه همچین شبی پول داشته باشه؟ او سب کن. چیه؟ من الان میرم پول میارم. از کجا؟ اونش دیگه با من. تو کارت نباشه. رفتم. پسر بی تربیت، این چه حرکتیه؟ چرا بی اجازه وارد اتاق شدی؟ اجازه چی؟ بچه نشو احمق. الان دستور میدم 5 روز دیگه کم بکنم. چه کم؟ 8 روز میگم کم بکنم. چرا بچه بذاری قهر میکنه؟ 15 روز میگم کم بکنم. پس درست 19 روز کم کن که دیگه حسابی نداشته باشیم. بسیار خوب احمق بیشون، دستور میدم 19 روز از اون کم بکنم. برو بیرون. باریکلا حالا شدی آدم حسابی. الو خدا تو رو از من نگیره. الو الو چطور شده پسر؟ بازم که تو داری گریه میکنی که؟ از شانس خرابم آقای رئیس. باز دوباره آقای معاون 19 روز از حقوقم کم کرده. نابود علتی داشته که 19 روز از حقوقت کسر کرده و الا 20 روز کسر میکرد. چه علتی داشته؟ آقا رئیس اون اصلا با من دشمنه، با من بده. آخه اون چه دشمنی با تو داره؟ چی بگم؟ از خودش بپرسی. بسیار خوب، من الان میرم قضیه رو حل میکنم. جناب رئیس خواهش میکنم زحمت نکشید. میترسم آقای معاون عصبانی بشه. نه ترس، تو دنبال من بیا تا دستور بدم از حقوقت کسر نکنم. ای داد بیدا. پسر بیا نترس. جناب رئیس من راضی به زحمت شما نیستم، خواهش میکنم برگردم. پسر تو کاری به این کارا نداشته باش، گفتم دنبال من بیا. آقای رئیس جون من بیا اون قضیه رو ندید بگی. پسر چرا اینقدر حرف میزنی؟ بیا، گفتم دنبال من بیا، تو نترس. سلام. سلام عرض بکنم جناب رئیس. چرا حقوق این جوانو کسر کردی؟ اگه شما میدیدید چه حرکتی با من کرده، 1 ماه از حقوقش کسر میکردی قربان. این بی تربیت بدون اجازه وارد اتاق شد، روی میز جلوی من نشست و به من توهین کرد. پسر تو در مقابل معاون اداره روی میز نشستی؟ بله جناب رئیس، تصدیق میکنم که خیلی بی تربیت کردم. من مستحقم که از حقوقم کسر بکنم. آقای معاون این دفعه رو ندیده بگیرید، اونو به من ببخشید. هر طور شما بفرمایید، ولی آخه چطور میشه تحمل کرد؟ پسر فوزیلی نکن، بس خفه شو. ملاحظه فرمایید، آقای رئیس مزخرف گویی میکنه. واقعا مستحقه که از حقوقش کسر کنی. قربان میبینی چقدر بی تربیته؟ تو حرفی شما حرف میزنه زبون درا. قربان میبینی توهین میکنه. حقیقتا پسره بی تربیتیه. دستور بدین 11 روز دیگه هم از حقوقش کم کنن که جمعاً بشه 1 ماه تمام. اتحاد میشه قربان. حتما این پسره دیوونه شده. هر بلایی که سرت بیاد مستحقی. جلوی روی من به معاونم توهین کردی. صحیح میفرمایید جناب رئیس. عصبانی نشید. نفهمیدم، غلط کردم، دیگه از این کارا نمی کنم. قول میدم. لازم نیست قول بدی. قسم میخورم. لازم نیست قسم بخوری. آقای رئیس جدی میخوای یه ما از حقوق من کم کنی؟ برو بیرون سر کارت بیشور. آقا جناب رئیس گفتم برو بیرون. یعنی میفرمایید بنده یه ما بدون خرچی زندگی کنم؟ بله، 1 ما بی خرچی بدون حقوق، چون مستحقی. صحیح میفرمایید قربان، بنده مستحق. آره مستحق. آی پسر بیا اینجا. چشم قربان.
پس اعتراف میکنی که مرد بیادبی هستی؟ بله جناب رئیس، اعتراف میکنم. زبون تو رو باید برید. بعدم ساندویچش کرد. صحیح از خورما. تو رو باید به شدت مجازات کرد. بله، باید مجازات کرد. حالا که به عمل زشت خودت اعتراف میکنی، دستور میدم کارتو درست کنن. خدا تو رو از من نگیره. سایتو از سر من کم نکنه. بیا بریم پیش معاون تا بگم حقوقتو کس ننم. چی گفتی؟ بگو ببینم چقدر از حقوقتو کس شده. روزی 15 تومن. یه ماهش میشه در حدود 600 تومن. بیا بگیر دیگه، زبونتو کوتاه کن. خدا تو رو از من نگیره. چی میل دارید قربون؟ برای من یه ویسکی سودا بیار. شما؟ برای منم یه چی چیز کلا بیار. چی چیز کلا چیه؟ خجالت بکش آبرونو بردی، این چجور حرف زدنیه. دو تا ویسکی سودا. بله قربون. راستی شما آقای حالتی رو میشناسی؟ بله، ایشون میز شماره 11 رو رزرو کرده بودن ولی یک دقیقه پیش اطلاع دادن که امشب نمیتونن بیان. چطور؟ مطمئن بله. هستی؟ حتی ما میزشون هم دادیم به کسی دیگه. خیلی متشکرم، مرسی. متشکرم. خیلی عجیبه، امروز تو به من قول دادن که حتما میان. خب دیگه رسمش اینه، صبح قول میدن شب میزنن زیر قولشو. خب پاش بریم دیگه، فایدهش چیه؟ خلاصه خوب گولش دارم. ببخشید آقا. خدا ببخشید. ای دام دیگه خوشگل بود. چی دعوتش اگه بیسرمی معلوم میرم دعوتش. کجا بشین؟ بیلم کن خری به این کارا نداشته با. اجازه هست یه سوالی ازتون بکنم؟ چه سوالی؟ خواهش بکنم. بخواستم ببینم که مادر شما چی کار میکرد؟ چی کار میکرد یعنی چی؟ منظورم اینه که وقتی شما را حامله بود چی میخورد که شما اینقدر خوشگل شده؟ سیب میخورد؟ گلابی میخورد؟ چی میخورد؟ چی کار میکرد؟ مادر شما چی کار میکرد؟ مادر من؟ خدا رحمتش مرتب بیار میکرد و بیارش هم گل بود. برادر اجازه بده یکی از بهترین و زیباترین دوستانم معرفی کنم. مادمازل سامیه. بله سامیه. این آقا برادرتون هستن؟ بله خانم، برادر بنده هستن. گارسون بیا اینجا. بیا بسون دخم بیا دیگه. از مادمازل بپرسیم چی میل دارن. برای من ویسکی سودا بیارم. برگلو سودات برم من. نباشتن آبرونو بردیم. راستی برادر چقدر خوبه. من از مردای مونوشکی خیلی خوشم. واقعا که خیلی شبیه اوراینا اومدن. رفتم اونجا نشستم. اونا که نمیخواستم بیان چرا پشیمون شدن؟ اگه من ندیده باشه وای به حال. خدا کنه ما رو ندیده باشن. فعلا شامو بیارین تا بعد. مریم میبینی با یارو چطور گرم گرفته؟ به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد. فعلا جای این حرفا نیست. یواش‌تر. نمیتونم، دارم دیوونه میشم. راستی که بعضی مردا چقدر دروغگوان. تو دنیا مرد راستگو وجود نداره. نمیدونی چقدر عصبانی ام، نزدیک گریم بگیر. شما اومدی اینجا در گوشی پچ پچ کنی، اینم شد کار؟ ناراحت نباش پدر، معذرت میخوام. دایی جون راست میگی. این بی ادبی بی تربیتی. به تو چه دخالت میکنی؟ بی تربیتم خودتی. چی گفتی؟ وای. دایی جون شنیدی؟ عقیده من بهتر بریم سلام بهشون بکنیم. داداش اگه تو کاری باهاشون داری برو، ما اینجا جامون بند نیست. از قول منم به مریم سلام برسون. با اجازه. خدا عمر خیلی خستم، میخوام برم بخوابم. حالا موقع خواب نیست دخترم. سلام قربان. خوش اومدید آقای مهندس ناصر، اینجا چی کار میکنید؟ خوش اومدید. راستی با آقای مهندس آشنا هستین؟ خوشبختم خانم. مرسی. ولی آخه سرم درد میکنه. بسیار خوب، الان میگم. شما میرید منزل؟ بله قربان. اتومبیل داری؟
خیلی قربان، با تاکسی میرم. لازم نیست با تاکسی برید، من میرسونم. تو چطور امیر؟ مرسی دایی جو، من میمونم. بسیار خوب، آزادی جناب. بریم بچه ها. خدا حافظ حمید جو. خدا حافظ بریز. الو، کی؟ مهندس ناصر؟ بفرمایید. بله، گوشم با شماست. نه خیر، بعداً تلفن کنید. ده دفعه است تلفن کرده. اگه تلفن بزنه با شرط نمیزنم، میفهمی؟ بابا آخه قصاص قبل از جنایت که نمیشه. شاید یارو خواهرش بوده. من این حرفا سرم نمیشه. دلم نمیخواد با شرط بزنم. چی میگی؟ اصلاً میدونی چیه؟ بهترین راهش اینه که شما همدیگر رو ببینید، راجع به این موضوع با هم صحبت کنید. چطور همدیگر رو ببینید؟ ناراحت نباش، اونش با من. اصل قضیه همین بود که گفتم، من کاملا بی‌تقصیرم. من از کجا میدونستم که اون زن دوست عبدالله است؟ کف دستمو که بو نکرده بودم. میخواستی تو اتومبیل بهم بگی. آخه تو به من مهلت ندادی که حرف بزنم. مثل باب حمله کردی، نداشتی چیزی بگم. عیبی نداره، عوضش حالا تبرئه شد. بازم جای شوکش باقی. هیچ میدونی امشب جشن تولد منه؟ راست میگی؟ پس به تبریک میگم. متشکرم، ولی وقتی اومدی منزل به هم تبریک بگم. اشکالی نداره، ولی میخواستم ازت خواهش کنم اگر ممکنه من امشب نیام. چطور؟ تو دلت نمیخواد تو جشن تولد من شرکت کنی؟ اینطور نیست پورا، تو خوب میدونی من دلم میخواد همیشه پیش تو باشم. پس چرا نمیخوای بیا؟ برعکس، من خیلی دلم میخواد در جشن تولد تو شرکت کنم، ولی نمیدونم پدرت اومدن منو به اونجا چطور تفسیر میکنه. چی میگی ناصر؟ از هرچی من خوشم بیاد پدرم هم خوشش میاد. بونگه ای، امشب منزل ما اونقدر شلوغه که هیچ کس متوجه اومدن تو نمیشه. حالا که اینطوره قبول میکنم. مرسی ناصر، ولی مواظب باش اگه با دوستت عبدالله میای با رفقاش زیاد گرم نگی، چون من خیلی حسودم. اگه میخوای عبدالله بیاد باید خودت دعوتش کنی. به مریم میگم دعوتش کنی. خوب بکشی. چقدر خوشحالم، شب بهترین شب زندگیم.
قرآن چرا ناراحتی؟ نمیدونم چرا دیر کرده، میترسم اتفاقی افتاده باشه. مثلا چه اتفاقی؟ میترسی با خانم راندوو داشته باشه نتونه سر موقع اینجا بیاد؟ مطمئن باش هر جا باشه همین الان پیداش میشه. بیا بریم جانم، بیا بریم، اینقدر ناراحت نباش. معذرت میخوام، خستم، نمیرخسم. یعنی نمیخوای با من؟ با نامزدت برخسی؟ یه دفعه گفتم خستم. اصلا تو خیلی خودخواه شدی. ببینم چرا عصبانی شدی حمید جان؟ آخه اون با من نرخسی؟ ناراحت نباش حمید جان، وقتی جشن نامزدیتونو اعلان کردم هرچی دلت خواست برو باهاش برخس. دایی جون، پس کی این جشن نامزدی ما رو اعلام میکنه؟ انشالله، شاید هم همین امشب. امشب؟ خیلی ممنون، خیلی ممنون. تقی، به من تبریک بگو. چرا؟ چون امشب دایی جونم جشن نامزدی منو پوران اعلام میکنه. دیدی گفتم بالاخره نقشه هامون عملی میشه؟ یواش حرف بزن، میشه من خوب نیست. در هر صورت کلید این گنج به دست توست، نباید دوستان تو فراموش کنی، میفهمی؟ بس دیگه، حالا جا این حرفا نمیره. پوری جون یه چیز برمون بخون. چون شما خستم، نمیتونم. خستم یعنی چی؟ مگه جشن تولد تو نیست؟ آخه میدونی نداره، بعد حتما یه چیز بخونی. میخوایی مجبورم برم. بله، 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 بچه ها، دوستان عزیز، با اجازتون پوری جون میخواد برامون آواز بخونه. بشکن دلم اما پیمان
چون مه بیانوری بر کل به ام افکر به جهان دل دارم شو ام خوارم شو میشه پیش تو باشم. نمیدونی چقدر دوستت دارم. منم همینطور عزیزم. پوران باور کن حرفای تو منو بیشتر ناراحت میکنه. بعضی وقتا فکر میکنم دارم خواب میبینم. نه. خواب نمیبینی. حقیقته. چه حقیقت شیرینی. ولی افسوس که این حقیقت نمیتونه دوام داشته باشه. بالاخره یه روز ما مجبوریم از هم جدا بشیم. اگه تو بخوای این حقیقت شیرین ادامه پیدا میکنه. تو باید راجع به این موضوع با پدرم صحبت کنی. البته که با پدرت صحبت میکنم. ولی قلبم گواهی میده که پدرت مخالفت میکنه. چون بین من و تو خیلی فاصله هست. چی میگی ناصر؟ اگه تو بخوای هیچ کس نمیتونه مانع عشقمون بشه. آفرین، آفرین، چشمم روشن. خواهش میکنم بی خود عصبانی نشید و خودتون ناراحت نکنید. اجازه بدید حقیقت رو بگم. پدر اون گناهی نداره. من اونو به این جشن دعوتش کردم. ساکت باش دختره بی حیا. اینطور به گناه خودت اعتراف نکن. من این جوون بیادب رو تنبیه میکنم. کاری میکنم که با دیگران از این معامله ها نکنه. دایی جون اجازه بده من این پسر بیادب رو تنبیهش کنم. دایی جون من اجاز. حالا کارت به جایی رسیده که نامزد دخترم هم کتک میزنی؟ خیلی بیشرمی. ما همدیگه رو دوست داریم. خفه شو دختره گستاخ. پاپا عصبانی نشو، بذار حرفامو بزنم. ما میخوایم با هم عروسی کنیم. دایی جون شما اجازه بده من یه دفعه دیگه این پسره رو تنبیهش بکنم تا این باشه با نامزد من اشبازی نکنه. مزخرف نگو. نه پاپا اون نامزد من نیست. حضوری نکن دختره نفهم. تو هم همینطور پسره خائن. از این منزل برو بیرون. دیگه هم نمیخواد پاتو تو کارخونه من بذاری. شنیدی؟ بسیار خوب. بیش از این باعث ناراحتی تو نمیشم. از خودم هم دفاعی نمیکنم. همونطور که گفتی دیگه هم به کارخونه نمیام. با اجازه کی با این پسر صحبت میکردی؟ آخ! دایی جون! پوری، چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ من خودمو میکشم. دیگه از این زندگی سیر شدم. مگه دیوونه شدی؟ چه اتفاقی افتاده؟ من اونو دوست دارم. نمیتونم بدون اون زندگی کنم. اصلا پدرم مرد سنگینی. این حرفا رو نزن پوری. پدرت آدم خوبیه. حتما یه کار زشتی کردی که او عصبانی شده. بگو ببینم اصلا موضوع چیه؟ از این عصبانیه که به حمید جواب رد دادم. اصلا ممکن نیست من زن حمید بشم. از این به بعدم میدونم چیکار کنم که پاپا به احساسات من احترام بذاره. نه،
این راهش نیست. تو نباید پدرتو ناراحت کنی. حتی المقدور باید سعی کنی با سیاست باش رفتار کنی. من مطمئنم پدرت راضی میشه. خیلی بد شد. حالا من به ناصر چی بگم؟ خوبی برم ازش معذرت بخوام. ناراحت نباش. من درستش میکنم. به شرط اینکه هر چی بهت میگم گوش کنی. خب؟ پوران. ببینم. از پدرت قهر کردی دخترم. من صلاح تو رو میخوام. من که در دنیا جز تو کسی رو ندارم. پدر شما بیش از حد عصبانی شدید. خوب نبود با اون اینطور رفتار کنید. مگه چی کار کرده بود؟ چه کار کرده بود؟ دیگه میخواستی چه کار بکنه؟ جانم تو کجا و اون کجا؟ این چه حرفیه پاپا؟ مگه اون چه فرقی با من داره؟ تو حالا نمیتونی این فرقو بفهمی دخترم. تو باید با مردی همتراز خودت ازدواج بکنی. هیچ معلوم هست که این جوان چه کار است و از چه خانواده ایه؟ پدر جون مگه شما همیشه افتخار نمی‌کنین که با زحمت و پشتکار خودتون به اینجا رسیدین؟ از کجا معلوم که اونم به پایه شما نرسید؟ پس اگه تو می‌خوای صبر کنی اون به مقام من برسه، باید اینقدر شوهر نکنی تا تمام موهای سرت سفید بشه. این حرفا چیه میزنی عزیزم؟ هیچ عیبی نداره. اگه 100 سالم باشه صبر می‌کنم. دخترم. به خدا من خیر و صلاح تو رو می‌خوام. به حرفای من گوش بده. این پسره رو ول کن. حمید جوان خوبیه. پول داره. هم تراز توئه. پاپا حالا که اینقدر اصرار میکنین ازتون خواهش میکنم یکی دو ماه این کارو عقب بندازین تا یه کمی اعصابم راحت بشه. اون وقت هر کاری که صلاح بدونین میکنه. بسیار خوب عزیزم، بسیار خوب. هر طور میل توئه. حالا بیا پاپا رو یه ماچه خوب بکن ببینم. سعی کن همیشه همینطور دختر عاقلی باشی. چشم پاپا. حمید جان. چی شد دایی جون، چی شد؟ او تو رو دوست داره. راستی؟ به عشق تو افتخار میکنه، ولی چون اعصابش خرابه معتقدم یکی دو ماه صبر کنی، اصلنم اونو ملاقات نکنی. چی میگی دایی جون؟ من بدون اون نمیتونم زندگی کنم. ساکت باش پسرم، مصلحت این طور اقتضا میکنه. به حرفام گوش بده، هیچ مزاحم اون نشو، بالاخره اون مال توه. بسیار خوب، هر طور میل شماست. ناچارم بسوزم و بسازم. تاکسی. پورم بالاخره کارم تو شرکت نفت درست شد. پس فردا حرکت میکنم. پس فردا حرکت میکنی؟ چی میگی ناصر؟ پس من چی کار کنم؟ تو که میدونی بدون تو زندگی برای من خیلی سخته. ناراحت نباش، مطمئن باش بعد از اینکه وضعم خوب شد فوراً برمیگردم و باهات عروسی میکنم. قول میدم زودتر از اون چه فکر کنی پیشت برگردم. ناصر بقیده من بهتره چند روزی مسافرت تو عقب بندازی، شاید بتونم پدرمو راضی کنم. نه پورم، لازم نیست پدرتو بیش از این ناراحت بکنی. بهترین راه همینی که من انتخاب کردم. مطمئن باش 100% موفق بشی. میدونی اصلا تو آدم خوشبینی هستی. آخه من میترسم کارا بدتر بشه. من اطمینان دارم، تو نباید بی خودی خودتو ناراحت کنی. اینجا جای این حرفا نیست، بهتره یکم گردش کنی. چرا دیگه، یک کمی باید خیلی گردش کنی. ستاره بخت حریفونم تابد هم
چون مرواری ستاره عشق من را در آسمون خاکی می شود دید زند ستاره سوسو شبی سیه گیسو در این بهار رنگین گل بهارم کو سو ستاره می زنه سو چکفته بر چهره شب گل محض یک سو سو ستاره میزنه سو ستاره بخت حریفونم تابد همچون مرواری ستاره عشق من را در آسمون حاکی می شود زند ستاره سو سو شبی سیه گیسو در این بهار رنگین گل بهارم کو سو حقی بوده که بهمون زدند. خلاصه قضیه خیلی مفصله، بعدم برات تعریف میکنم. تقی جون ازت یه خواهش دارم، کاری کن که این ضرر از چشم پوران بندازی و الا کار خیلی خراب میشه. بله این پسر مزاحمه، خیلی هم مزاحمه. بله مزاحمه، خیلی هم مزاحمه. نمیفهمم. آها پیداش کردم. چی رو؟ یک زن زرنگ هر مشکلی رو حل میکنه. نمیفهمم منظوره چیه؟ پروین از نامزدی تو با پوران چیزی میدونه؟ نه فقط بهش گفتم که پوران دختر داییمه. بسیار خوب، پس کارا درست شد. چطور؟ ما امشب پروین رو راضی میکنیم خب. بره منزل رفی. خب به پوران بگه زن ناصره و شوهرشو خب. بیجهت از کارخونه بیرون کردن. خب وقتی پوران بشنوه که ناصر زن داره میخواست اونو فریب بده، میدونی چی میشه؟ چی میشه؟ جریان به نفع تو تغییر میکنه دیگه. براو تقی، براو تقی. این نقشه همین امشب باید عملی بشه. تقی تو واقعا شیطون رو درس میدی. پوران عزیز، همیشه در همه جا با یاد تو بس میبرم. همونطور که قول داده بودم به زودی نزد تو باز میگردم. ناصر. ببخشید خانم. چی میخوای؟ یه خانم و چند تا بچه آمدن با شما کار دارن. با من؟ بله. خیلی خوب، بگو الان میام. بسیار خوب. دیگه شیطونی نمیکنه. بیا بتمرک. سلام. سلام خانم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. فرمایشی بود؟ خانم من می‌خواستم راجع به یک موضوع مهمی با پدرتون صحبت کنم. فکر نمی‌کنم پدرتون حاضر بشه مردی با چند تا بچه قد و نیم قد از کار بیکار کنه. خدا رو خوش نمیاد. مطمئن باشید خانم من با پدرم صحبت می‌کنم. حتما کار شما رو درست می‌کنم. خیلی متشکرم. اوه پاپا اومد. خیلی معذرت خواهش می‌کنم. سلام پاپا. سلام دخترم، حالت چطوره؟ مرسی پاپا. اینطور که معلومه حالت خیلی خوبه. تقریبا. این خانم کیه؟
بذارید رومیز. این خانم میخوان راجع به موضوع مهمی با شما صحبت کنن. با من؟ خواهش میکنم هر طور شده شوهر این خانم رو دوباره بهش کار بدید، اگرچه مقصر باشه. مطمئن باش دخترم، روی تو رو که نمیشه زمین انداخت. مرسی بابا. خانم خوشبختم. متشکرم. شوهر شما در کارخونه چه کاره بود؟ مهندس تعمیرگاه. اسمش چیه؟ مهندس ناصر مطیعی. او به شما نگفت که به چه علت از کارخونه اخراجش کردن؟ نه خیر، فقط وقتی بهش گفتم میرم خدمت آقای رئیس و ازشون خواهش میکنم کارتو بهت بدن، خیلی عصبانی شد و گفت طلاقت میدم. خواهش میکنم به من ببخشیدش و اجازه بدید مرخص بشم چون پسرم مریضه، باید ببرمش دکتر. یه فکری راجع به این موضوع میکنم. خدا عمرتون بده آقای رئیس. از شما متشکرم خانم. بریم بچه ها. بفرمایید. ناراحت نشو، میدونستم که دوستش داری، ولی الحمدلله زودتر این جوون بیشرم رو شناختی. پاپا بسه دیگه، گریه نکن دخترم. تو باید خوشحال باشی چون از دامی که برات پهن کردن نجات پیدا کردی. گذشته رو فراموش کن عزیزم. چقدر در اشتباه بودم. گریه نکن دخترم، انشالله که همین روزا بساط عروسی تو با حمید را میندازم. ناراحت نباش. الو، حرفتو بزن، چی میخوای بگی؟ سلام عرض میکنم، من عبدالله پیش ناصر اومدم، میخواستم خبر بدم که حال ناصر خیلی خوبه، کاربارش هم بد نیست، همین روزا میاد تهران، با هم خدمت میرسیم. لازم نیست خدمت برسیم، دروغگوی کلا بردار. بدی قربونت برم، واسه چی که اومد میزنیم؟ من از پیش ناصر اومدم برای دورا پیغوم آوردم. مریم جون نزن، نکن، من کشته هستم. خفشو ایش بیری. دوباره برگرد پیش رفیقه، از قول پوران بهش بگو که حقش کشف شد، همه فهمیدن که اون زن بچه داره. پوران هم همین روزا با حمید عروسی میکنه. الو الو، خونت خراب شد رفیق، تو زن و بچه داشتی و به ما که رفیقت بودیم نگفتی؟ بی عصبانی هم، امروز و فردا پوران با حمید عروسی میکنه، پس از این همه رفاقت به ما نگفته بودی زن و بچه. از دوست احمقی مثل تو بیش از این انتظار نداشتم. این حرفا همش تهمته. سعی کن عروسی رو عقب بندازی تا من خودمو برسونم. گمون نمی‌کنم. تو ندیدی؟ نه، من ندیدمش. مطمئنه؟ ببخشی؟ من می‌خواستم راجع به یه موضوع مهمی با شما صحبت کنم، آیا ممکنه؟ خواهش می‌کنم، بفرمایید. مرسی مادمازل، ولی اینجا نمیشه. یک حرف خیلی خصوصی. پس بفرمایید. مرسی. با اجازه بفرمایید. مریم جون تویی؟ زود باش برو بیرون، ویلا میگم با تو سری بیرونت کنن. دستم به دامنت، این کارو نکن. بیا این کاغذو بگی بخون. نه خیر، احتیاج ندارم کاغذو بخونم، برو بیرون. مری که من اینو بخونم، بعد هر کاری دلت خواست بکن. لابد اینم حقه جدیدی ها؟ جونتو نه مریم جون، ناصر هر عیبی داشته باشه دروغ نمیگه. باید یه کاری کنی که عقل عقب بندازه. چطور عقب بندازم؟ مگه دست منه؟ آقا ساعت 5 میاد. ای دا، دیدی چه خاکی به سرم شد؟ قطار یه ساعت دیگه میرسه. هر طور باشه ناصر خودش ساعت 6 اینجا میرسونه. خیلی خوب، پس تو اینجا باش تا من برم قضیه رو به پوران بگم. ولی مواظب باش اینجا پاتو بیرون نذاری. کسی نباید تو رو ببینه. خیالت راحت باشه، کسی منو نمیبینه. اومدم. خروس بی محل تو رو میگم. بیا تو. تقی با من چیکار داری؟ بشین. الحمدلله که نقشمون گرفت و تا یه رو به دیگم عروسی میکنم. مرسی. و صاحب تمام ثروت این دختر میشی. درسته، من قبول دارم اگه تو نبودی موفق نمیشد. پس حالا موقعیه که به قول خودت عمل کنی. این حرفا چی میزنی؟ تازه کار عمده رو پروین انجام داده. اگه پروین خودشو زن ناصر معرفی نمی‌کرد ما موفق نمی‌شدیم. گوش کن همین، اگه می‌خوای کلامو توام نرو، کارا خراب نشه، فوراً باید این چک 100,000 تومانی رو که قبلا نوشته بود یا قرار بود بعد از موفقیت امضا کنی، امضاش کن. بسیار. مرسی. تقی، کاملاً باید مواظب باشه که پروین از موضوع باخبر نشه ها. اگه او این قضیه رو بفهمه آبروریزی میکنه. نترس.
چون از مشتریای کاباره پروین امشب کسی اینجا نیست که این موضوع براش تعریف کنه. ایداد آقا اومد به جون شما. الان یک عروسی نشونتون دادم که خودتون حس کنید. خوش آمدید حضرت آقا. متشکرم. مجلس عقد همینجاست؟ بله اینجا بود، ولی چند دقیقه قبل بین عروس و داماد سوء تفاهم شد، عروسی عقب افتاد. به این زودی اختلاف پیدا کرده؟ بله. آخه میدونی داماد یه چشمش کور بود، یعنی اینطوری عروسم نپسندیده. خب قسمت نبوده. بله قسمت نبوده. قسمت بله نبوده. شما بفرمایید، انشالله عروسی خودم میفرستم دنبالتون. خیلی متشکر و ممنون. بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید. متشکرم. سلام عرض میکنم. آقای رفیع پدر عروس حمید خان داماد. ان شاء الله که مبارک باشد. بفرمایید آقا. شما وکیل عروس هستید یا این آقا؟ البته آقا وکیل عروس هستم. بسیار خوب، بسیار خوب. پس لطفاً یک نفر رو پیش عروس خانم بفرستید از ایشون سوال بکنن. آقای طایی خان، بله. شما و محمود آقا برین از پوران سوال کنین و بیا. اطاعت بشه قربان. سعادت خودم رو در وجود اون میدیدم، ولی افسوس که کار از کار گذشت، اون برای همیشه از زندگی من دور شد. اجازه هست؟ بیا این تو. امیدوارم که تبریکاتم مورد قبول این فرشته زیبا واقع بشه. مرسی آقای تقی خان. میخواستم سوال کنم که شما برای این امر خیر به چه کسی وکالت میدید؟ مسلماً به پاپا. فرمودید اسم پدرتون چی بود؟ اسم پدرم مسعود بود. بسیار خوب، بسیار خوب. مسعود خان مرحوم. خب فرمودید اسم پدر بزرگتون چی بود؟ اسم پدر بزرگم سعید. بسیار خوب، بسیار خوب. مرحوم سعید خان. خانوم چه کسی رو به وکالت انتخاب کردن؟ آقای رفیع پدرشون. که اینطور. بسیار خوب، بسیار خوب. ببخشید آقای حمید خان، یک سوال دیگه باقی مونده. لطفاً بفرمایید اسم مامانتون چیه؟ اسم مامانم نینی خانوم. به به، چی اسم قشنگی، نینی خانوم. بسیار خوب، بسیار خوب. حتما رامی هم خوب بازی میکردن. ببینم مادرتون حیات دارن یا اینکه خدای نکرده فوت کردن؟ فوت کردن. خوب الحمدلله، بسیار خوب، بسیار خوب. خدا رحمتش کنه. راستی حیف نبود که نینی خانوم به اون خوشگلی بمیره. انشاءالله که هرچی عمر اون خاک شما باشد. آقا چرا گریه میکنی؟ این سوالات به عقد و عروسی چه مربوطه؟ چرا خارج از موضوع صحبت میکنی؟ حالا که برای آقا مرده ها خارج از موضوع محسوب می شوند، راجع به زنده ها صحبت می کنیم. خب آقا جان بفرمایید ببینم شما چند تا برادرید و چند تا خواهر، و خواهر و برادرای شما چند تاشون دخترن و چند تاشون پسر؟ من آقا تنهام. بسیار خوب، بسیار خوب. خب حالا باید دید میونه شما با چک چطوره. چک؟ چک چیه؟ چک همون چیزیه که مشکل ها رو حل میکنه، البته اگر محل داشته باشد. آقا مثل این که شما خیلی پرت و پلا میگید. ناراحت نشید آقا، مصلحت اینطور ایجاب میکنه. مصلحت؟ چه مصلحتی؟ مصلحت سند نویسی. در قباله نکاح باید شرط داده بشه که مثلا یه چک 100,000 تومانی چه رولی میتونه داشته باشه. چطور؟ منظورت چیه؟ ناراحت نشی، گذشته ها گذشت، ولی آینده در انتظار ماست آقا جان من. آقا چرا با این حرفا وقت رو تلف میکنی؟ اوه صحیح میفرمایی، الان وقتیه که قطار وارد میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. من که نمیفهم. خیلی متاسفم آقا، خیلی متاسفم.
من جای این که دفتر عقد بیارم دفتر طلاق رو آوردم. دفتر طلاق یعنی چی؟ چی داره میگه؟ چه مسخره بازیه؟ ناراحت نشو داماد مامانی، از سایه میرم دفتر عقد میارم و تمام کارها رو انجام میدم. پس اجازه بده شوفر من شما رو ببره برسونه. نه قربون، هیچ ممکن نی. ابو طیاره خودم از جتم سریعتر حرکت میکنه. الان میرم دفتر عقد میارم. خدا بزنم که قربون شما. چی میگه؟ من که سردر میارم. من تو رو از کافه آوردم تا همه چی رو با چشم خودت ببینی و باور کنی. اگه حقیقت باشه آبروشونو میبرم، بیچارهشون میکنم. هیچ نمیفهمم. میبینی؟ این دیگه چه جور آدمی بود؟ چرا اینقدر پرت و پلا میگفت؟ یه دفتر آوردن که اینقدر معطلی نداره. واقعا عجیبه. دیگه نزدیک دیوونه بشم. تایی خان. بله. زود برو سر دفتر دیگه برده بیار. وقت میگذره. من نمیفهمم این مرد چه منظوری داشت. از این کار چه نفعی میبرد؟ واقعا عجیبه. خب حالا شروع میکنین یا نه؟ البته قربان، بفرمایید شاهد بیاید تا شروع به کار بکنید. عبدالله چیکار کردی؟ کارا رو به راه جریان برات میدم. سوار شو. خیلی خانم، پدر خودشون رو به وکالت انتخاب کردم. مبارک است، مبارک است. عصایش رو میکنیم. خواهش میکنم. امید خدا. قربان، اجازه میفرمایید مراسم عقد جاری بشود؟ خواهش میکنم، بفرمایید. دست نگذارید. آبرو و شرفتون در خطره. چیه؟ چه خبره؟ این چه مسخره بازیه؟ چند دقیقه صبر کنید تا حقیقت معلوم بشه. چه حقیقتی خانم؟ شما کی هستین؟ چی میخوان؟ حضرت آقا اگر اجازه بدن چند کلمه با حمید خان صحبت کنم، اون وقت بهتون میگم من کی هستم. حمید، این زن چی میگه؟ چی میخواد؟ حمید، پاشو بیا. دستم به دامنت، آبرومو نبر. بعدن همه چیزی برات تعریف میکنم. سرکار میخواستید با دخترمو تون عروسی کنید، بله؟ درسته، ولی نقشه‌ای در کاره. اگه چیزی نگی و حرفی نزنی به نفع هر دومونه. یعنی میخوای بگی این کار زیاد پول توش داره ها؟ درسته، خیلی زیاد، خیلی زیاد داره. که این تو لابد همه پولا رو میخوای تنهایی به جیب بزنی. تنها؟ نه جانم، همش مال تو، همش مال تو. راستی؟ آره. پس بگی به دادم برسی، به دادم برسی. منو داد شرف کلا بردار. هنوز هم میخوای منو گول بزنی؟ خجالت میکشی؟ چی شده؟ چه خبر خانم؟ شما کی هستی؟ من پروین صاحب کافه هستم. این مردم که امشب میخواد با دختر بیگناه شما عروسی کنه و ثروت شما رو صاحب بشه، شوهر منه. اینم قباله ازدواجمونه. من 3 ساله که زن این مرد هستم. یادتون میاد چند روز پیش اومدم خودم زن مهندس ناصر معرفی کردم؟ ولی باور کنید دروغ گفتم. این مرد بی‌حیثیت و دروغگو وادارم کرد این کارو بکنم. چرا ساکتی حمید؟ چرا حرف نمیزنی؟ آیا حقیقت داره که تو به این وسیله میخواستی ثروت منو تصاحب کنی؟ پس عشق و علاقه تو نسبت به دختر من دروغ بود؟ بله دروغ بود. اون فقط به پولای شما علاقه داشت و برای از بین بردن ثروت و آبروی شما با این تقی دست به یکی کرد. متاسفم آقای رئیس، منم مثل شما فریب این مرد خورده بودم. نمیدونستم این مرد کلاه برداره. دروغ میگه. حالا که اینطور شد حقیقتو میگم. این مردی که رول معاون صدیق شما رو بازی میکرد منو گول زد، اخفالم کرد. او منو وادار کرد که از پوران خواستگاری کنم. او منو راهنمایی کرد که چطور باید ناصر از چشم پوران بندازم. و برای همین موضوع 1 ساعت پیش یه چک 100,000 تومانی برای طرح این موضوع از من گرفت. دروغه، تکذیب میکنم. این مرد دیوانه است، دیوانه. موضوع چک اصلا حقیقت نداره. حقیقت داره قربان. بفرمایید اینم چک 100,000 تومانی. خفشو. چقدر احمق بودم که به شما اعتماد کردم. حق بازای کلاهبردارا. صحیح است، تصدیق میکنم. حالا چرا وایسادین؟ زود باشین از منزل من بریم بیرون. بی آبروهای بی حیثیت. بریم بیرون گمشی. پسرم به موقع اومدی، من از تو معذرت میخوام. تو باعث شدی که این کلاهبردارای بی شرم مچشون باشه. اگه تو نبودی دخترم در زندگی بدبخت شده بود. خب بگو ببینم در ازای این خوبی من چه خدمتی میتونم به تو بکنم. عرضی داشتم قربون. بگو ببینم. خیلی باید ببخشی، این من بودم که خودمو به شکل سردفتر در آوردم و عروسی رو عقب انداختم. پس این تو بودی که این بازی‌ها رو در آوردی؟ بله قربون، من بودم.
با اجازه یک خواهش کوچیکی هم ازتون دارم. خب حالا بگو ببینم چه خواهشی از من داری؟ میخواستم اگه اجازه بدین از مریم خواستگاری کنم تا با هم فامیل بشیم. بسیار خوب. مریم؟ مریم؟ چه فرمایش داشتین عمو جان؟ ببین این جوان چی میگه؟ چی میگی؟ میخواستم بگم اگه ممکنه رضایت بدیم ما با هم چیز بشیم. نه حالا خیلی زوده، باشه سال دیگه. خب پسرم تو چی میخوای؟ والا نمیدونم چی بگم، مثل اینکه خودتون بهتر میدونید. راسته، من افتخار میکنم که دامادی مثل تو پاک و بیالایش داشته باشه. متشکرم. کجایی پوران؟ بفرمایید. چه فرمایشی داشتی؟ خب دخترم، ناصر از تو خواستگاری میکنه، آیا موافقی باهاش عروسی کنی؟ هر طور میل شماست. ای شیطون، حالا دیگه هر طور میل منه؟ کجای آقا؟ بیا، بیا جلو کارتو شروع کن. انشاءالله که مبارک است، مبارک است. فرمایید دونتا.